به صفحات فیسبوک نگاه میکنیم، همچنان حمله موشکی رژیم آخوندی به اشرف مورد توجه هموطنانمون هست و نکات و مطالبی رو درباره اون نوشتن. جمشید انگلیس اشاره کرده به پیام رهبر مقاومت و در ارتباط با اون نوشته که رهبر مقاومت این حمله را نشان فلاکت و بدبختی و لاعلاجی رژیم مفلوک ولایت فقیه خواند. شیل همیشه بیدار، خدا تو را نگهدار. کوروش از ایران در مورد حمله موشکی به اشرف نوشته این آخوندهای بی همه چیز حالا که در برابر جبهه جهانی حمایت از اشرف کاری از دستشون نمیاد، دست به هر توحشی میزنند. مرگشان باد. بیچاره شب پرستان تو گویی بو بردند که مرگشان نزدیک و حتمی است و در لجنزار خود به هر تناب پوسیده‌ای چنگ میزنند. دیر نباشد روزی که این آدم کشان از خاک پاک ما رخت بر ببندند. درود بر مجاهدان پاکباز و پایدار اشرف، یا رب از آنان بیم و بلا دور باد. مادر فرشته محمد در مورد حمله موشکی به اشرف نوشته رذالت ملاها بر همه آشکار است، ما پیروزیم، اشرف سرفراز است. دعاگوی شما و اشرفیان پایدار، مادر شما از شهر ستارخان، ایران، اشرف، آزادی. امیر سعیدی نوشته شکر خدا کسی صدمه ندید، تا وقتی که مالکی پرید سر کاره خطر وجود داره. مرگم هم نوشته رژیم کور خونده. مهدی ساجدی اگر خدا بخواهد شیشه را در بغل سنگ نگه می‌دارد. رژیم با این جنایات و کارهای احمقانه دارد گور خودش رو گودتر می‌کند. مجید ساعتچی تاریخ مصرف رژیم برای همه تمام شده. خانم افسانه اسکوی تصویری رو که مشاهده می‌کنید گذاشته و نامه‌ای رو هم برای رئیس جمهور آمریکا و دبیر کل سازمان ملل نوشته. آقای اوباما، آقای بانکیمون، حمله روز یک شنبه در ساعت 20 به کمپ اشرف یک حمله به بشریت است و مسئولیت آن بر روی دوش شماست. شاید شما بتوانید بگویید رژیم ایران با نیروها و مینیکاتیوشای خود در عراق چه می کند؟ حفاظت ساکنان کمپ اشرف مسئولیت شماست، زیرا شما به آنها قول داده اید و من امیدوارم شما قبل از اینکه دیگر خیلی دیر بشود کاری بکنید. سرخ‌آباد ایرانی آماده باش 100% شعب ابی طالب را فراموش نکنید، تا سرنگونی تمامیت رژیم توطئه ها علیه مجاهدان ادامه خواهد داشت. میر سعیدی به زودی مجاهدان جهان را تغییر خواهند داد. جواد شفایی مجاهدین تضمین آزادی فردایند و راهش را در میان طوفان‌های فتنه و بیداد به جلو باز می‌کند و در این مسیر یاران اشرف نشانش در همه جای دنیا استوار در حمایتش ایستادند و در این مسیر هیچ مانعی را به رسمیت نمی شناسند. فا حسینی متن بلندی رو نوشته که بخشیش رو براتون می خونم. من بعد از 30 سال به وضوح دارم سرخوردن این رژیم رو حس می کنم. آنقدر امیدوار شدم این روزا که هیچ وقت طی این سالها آخوندار رو اینقدر مستأصل و در به در ندیدم. این مادر از فعالیت‌های تبلیغاتی خودش علیه رژیم هم نوشته به این صورت که کاغذ خریدم با ماژیک بنویسم و هوا گرگومیش که شد از زیر درها بیاندازم داخل خانه ها. نصف کردم روزی که تلویزیون ایران به دست مقاومت آزاد شد و انقلاب شد پا برهنه کفشمو دستم بگیرم و تمام این جاده طولانی را تا میدان شهر جیغ کشان بدمم. در انقلاب قبلی که قش کرده بودم از خوشی 3 ماه نشد که فوران دزدای انقلابم خمینی شروع کردن به کنار زدن ماها تو دبیرستان و اخراجمون کردن. 1 ماه بعد انقلاب قبلی تصویر خودمو در یک راهپیمایی که فقط 5 تا دختر بودیم و سربازای رژیم شاه با اسلحه جلومون نشونه رفته بودند رو به عنوان شکوفه های انقلاب روی پرده به نمایش گذاشتند. همون ملاهایی که اون زمان میترسیدن و ما رو به پنهانکاری تشویق میکردن. من عاشق سازمانم، مملکت آبستن یک انقلاب دیگر است، الان دیگه نوبت شماست، مراقب دسترنج شهدا و زحمات مریم و مسعود باشید. درود میفرستیم به این هموطنمون و در اینجا صفحات فیسبوک رو برای امروز میبندیم.